نام خدا و سلام. امروز دوربین برنامه پلاک یک از پخش شبکه یک سیما را به روستای کاهدی از توابع شهرستان باوی آوردیم. کشاورزان این روستا اغلب به کشت هندوانه و خربوزه مشغوله. در سمت چپ من کشت خربوزه انجام شده و در سمت راست من هم کشت هندوانه. نظر مردم و کشاورزان رو در مورد محصول تولیدی خودشون جویا میشه. روزانه چه میزان هندوانه برداشت میکنید و این کیسه ای که الان روی شونتون هست چقدر توش هست؟ این تقریبا 40-45 کیلو وزنشه. از صبح تا غروب ما میتونیم تقریبا دو تا ماشین وار بزنیم، اونم میشه هر ماشین 10 تن 20 تن میشه. من تقریبا حالا 8 سال کشاورزی میکنم. ماشاءالله امسال خیلی بار خوبه، خیلی باغمون خوبه. هر مثلا خربوزه ای که میچینم ماشاءالله دو بار که دو روز دیگه بعد دوباره میچینم. 25 ساله مشغول این مزرعه هستیم. وضعیت ما خیلی خوب هست. به باغ ها هم اتفاقا خیلی هم قشنگ هم هستن، عمل میارن. بعد هر چی زحمت بکشی بیشتر سود میبری. بفرمایید که وضعیت برداشت هندوانه و خربوزه توی مزارع شما به چه شکله؟ استان خوزستان جزء سه استان اول در تولید هندوانه و خربوزه است. در مجموع 35000 هکتار سطح زیر کشت هندوانه و خربوزه استان خوزستانه و با متوسط عملکرد 30 تن در هکتار قریب به 1 میلیون تن تولید سالانه استان. 1000 هکتار از سطوح زیر کشت سیفیجات استان خوزستان به شهرستان باوی تعلق داره با کشت خربوزه و هندوانه. ما تقریباً 70 هکتار کشت هندوانه و خربوزه داریم. تقریباً 50 هکتار هندوانه و 20 هکتار خربوزه. ما اگر بخوایم یه دونه هندوانه رو تست کنیم که آیا قرمز هست یا خیر، باید چه کاری روش انجام بدیم؟ هندوانه خب مشخصه، رگایش باز میشه. خودی هندوانه وقتی دست بزنی به چطوری یعنی رگاش باز؟ رگایی داره رو سطح خودی هندوانه. این رگا ورم میکنه. همین رگایی سبز. بعدم دست که بزنی به خودی هندوانه صدای تبل میده. خب الانم ما اینا 100% میدونیم که قرمزه. 20 سال تجربه داریم تو این کار. الانم با اجازه این دونه رو قاطش میکنیم که شما میل بفرمایید. بفرمایید.